من مهدی چلانی هستم. بیش از یک دست که بر روی رفتارشناسی پلنگ و تعارض میان این جانور و انسان مطالعه میکنم. همیشه در تلاش بودم تا بفهمم پلنگ‌ها چه جور جانورانی هستند و چه چیزهایی باعث افزایش تعارض میان این جانور و انسان میشه. همین منو وسوسه کرد تا برای شناخت بیشتر پلنگ تک و تنها به یکی از بهترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی سفر کنم و به دنبال این جانور نامرئی بگردم. این فیلم چکیده ای از همه اون لحظه هایی است که توی این یک دهه تجربه کردم تا به پلنگ برسم. الان پلنگ یک جاگه خوابیده، یک جای درست کرده، برای مشخص کرده. اون بزرگ میره آروم آروم میگیرش، میخوابونه، میکشه، میکشه. بعد هم میبرش توی گاره ها. الان اینجا هم لاشه بز هست، اون طرف هم لاشه بز هست، اون طرف هم لاشه بز هست. اونه رو ما شعبان خورده، هشت تا همون رمضان خورده، چهار تا گم شده. آدم این مزدو بید، یکی دو تا های بلو بلو تا ممکنه ده تا هم میخورد. الان پلنگ زیاد شده یا قبلا زیاد بود؟ الان نی الان لاشهش پایینه؟ بله. بریم نشون بده ببینیم چی جوریه. اینجا که میبینی معدن باریک. این منطقه هم یه منطقه حفاظت شده است برای آوای وحش، حیوانات وحش. چرا فکر میکنی که پلنگ مال دولت فقط؟ مال دولته. چرا؟ ها دولت فعالیت میکنی؟ چون دولت روش فعالیت میکنه؟ آه مال دولته. اگر دولت بگویی که مال من نیست، مال خمونه. اینه؟ بله. من هم درد نمیخورم به دولت، پلنگ هم درد نمیخوره، بل خوب من مال دولت هستم. من غریب هستم و بدبات و بیچاره کردی این پلنگ. اون پلنگ رو چرا اینگه ظالم کردی با من؟ خب چاره ای نیست دیگه. چرا حمله میکنه؟ خود گرسنه دیگه. از موقع که بچه بودی یا بهم بگو. خب اینجا چقدر شکار داشت، سید داشت؟ شکار داشته. چقدر زیاد بود؟ داره؟ بله داشته. یعنی وقت هر جا که میرفتی میتونستی پیداشون کنی؟ ها 18 سید بوده، 20 سید بوده. گله هاشون؟ آره. خب الان چند تاست؟ خانم من ندیده، من که اونجا با کوه نمیتوانه که برو. یک بوده، دوتا بوده. حالا پیش اونا رو زدی برای توپنگ بریتی. و هم دوره تفنگ دادی و گفتم بریت کرده خاپیب، گفتم بزنی.
اون قدیما که میگی مثلا گله 80 تا یه صید بوده 20 تا یه صید بوده پلنگم بوده؟ آره پلنگ نبوده در من در وقت من. چرا؟ من بوده. من بوده یا خرس سیاه بوده؟ آها من بوده. و پلنگ هم بوده. بله پلنگ گوسپند نخورده این کتا. میگه اون موقع گله مثلا 80 تا یه مثلا صید یا کله بود یا شکار بود پلنگ حمله نمیکرد اینقدر به دام؟ نه نه نه. خب فکر نمیکنی اون موقع مثلا این صیدا رو میگرفتش؟ قضا داشت دیگه. بله سیدار کشیده دیدم که هم خورده. قشنگ سوراخ کرده نه؟ آره خیلی قشنگ. ما هم فعالیت کردیم. ما گفتم که دوز اصرار پلنگا رو نزنی با اون پلنگ مال دولته. برای دولت با شما خسارت میده. نون دولت با ما خسارت هم نمیده. عجب را کمر به سایه واسطاد جواد گرفتی الان؟ فیلم میگیری؟ آره بذاری کم بگیر یواش حرکت کن یواش یواش بذار به فیلم میگیره نه مگیه نه با او پلنگ این بر نگاه کن پنجاد باز بوز مال من پلنگ کشته بوزی 10,000 به من داده یعنی 50 تا گوسفند تو پلنگ کشته به ازای هر گوسفند 10,000 تومن 10,000 تومن و این گوسفند تو بازار چقدر قیمتشه؟ این توی بازار این گوسفند مثلا میشه 200,000 تومن قیمته 200 تومن اون گوسفنده ها یکی هست 300 تومن یکی هست 400 تومن یکی هست 500 تومن ها چقدر بزرگ باشه؟ بزرگ باشه قیمتش هم بالای نمیذاریم پارو؟ چقدر ترسناک شده پایین که آدم اینه سرش گیش میده خوبه دیگه
فقط بر شواهد به نظر میست که پلنگ دو سفر باید اینجا شدید شکار کرده. محل شکار کل زاره اون قسمتشون شکمه کل اون بر ریخته شده و احتمال کل کشونده قبوره اینجا قسمتی رو خورده و بعد برده پایین که شاخش این قسمت بوده، دنده ها اون قسمت افتاده. و چیزی که جالب اینه که جای دندون پلنگ هم روی در واقع میشه گفت استخوانای کتف این کل کاملا مشخص بوده. دفعه میکنم اگه بخوام بچرخیم و یه مقدار بیشتر دقت کنیم اینجا میتونیم مفتوح پلنگ رو هم پیدا بکنیم. برای امیدوارم بتونیم خودش رو پیدا کنیم، مثلا اینکه صخره خیلی خوبی داره و میتونه پناهگاه خوب برای پلنگ باشه. ساعت تقریبا 12 شبه. پلنگ امروز از غروب داره دائم نره میزنه. فکر کنم فهمیده من اینجا هستم. ولی خب یه نیم ساعتی هست دیگه صداش نمیاد. اینم جای پای پلنگ. Thank you.
اینکه پلنگی کجا پنهان شده خدا میدونه فقط. باول اگه حمله کنه پلنگ قطعا صداش تو اینجا میاد. ناخون تیزی ناخونش قشنگ، این هم پنجه است. متاسفانه استخون انگوش و پا، این هم پنجه است. ببینی پنجه پلنگ، ببینی دونه دونه استخون ها، این سالم مونده. سالانه تعداد زیادی از پلنگ‌ها نابود میشن، اما تعداد خیلی کمی از اونا به خاطر پوستشون شکار میشن و به احتمال خیلی خیلی زیاد این پلنگی که از اون پلنگ‌ها بدشانسی بوده که به خاطر پوستش شکار شده و بعد از این پوستش رو کندن و بردن از این تخت سنگ پنهانش کردن تا کسی پیداش نکنه. اینجا جای سومی که انتخاب کردیم و 7 روز هم هست که داخل اینجا به سر میداریم تا بس بتونیم پلنگ رو ببینیم. منتها متاسفانه تو این 38 روز اصلا نتونستیم پلنگ رو ببینیم. هرچند نزدیک شده صدای نرش از نزدیک شنیدیم، حتی در فاصله کمتر از 5-6 متری ما اومده شب البته، ولی
متاسفانه نتونستیم ببینیمش، یعنی نتونستیم پیداش بکنیم هرچند نزدیک بوده. امیدوارم امروز بعد از ظهرم صدا نراش رو بتونیم بشنویم، چون تصمیم داریم بریم نزدیک و پیداش بکنیم. رسه توی این رسه تل افزاریش داره میدوه بایستم دوباره را افتاد. دوباره صخره رو داره میاد پایین. شاید شانس بیاره امشب بیاد کف دره. این رد و مدفوع پلنگ که میبینیم کاملا تازه است و خراش هایی که در واقع روی این بوته ایجاد کرده و حتی مدفوعش
نشون میده که شاید یکی دو ساعت بعد از عبور ما از این مسیر رد شده باشه. ما رو مطمئنن دیده و به احتمال زیاد اون میشه برای که از این رد شدن زیر نظر گرفته بوده تا بتونه شکارشون بکنه. شب شب خیلی سردی بود، بارندگی شدیدی هم انجام شد و فکر کنم حالا به این بارندگی ادامه داشته باشه چون هوا به شدت ابریه. با حال ترجیح میدیم وسیله جمع کنیم و بریم پایین. فکر کنم یک ساعت دو ساعت تا کف دره را پس از ماها زندگی در کوهستان، تنها موفق به مشاهده یک ماده پلنگ شدند. هرچند این پلنگ و خیلی از پلنگ‌های دیگه شبها بارها و بارها به من نزدیک می‌شدند. اونها نعره می‌زدند و هشدار می‌دادند تا از قلمروشون خارج بشم. با این حال هیچ وقت خطری از جانب اونها منو تهدید نکرد. در طول این مدت مطمئن بودم که دائم توسط پلنگ‌ها زیر نظر هستم. اینکه چه کار می‌کنم و کجا میرم؟ هرچند تنها یک بار تونستم اونها رو ببینم. بررسی‌های 3 ساله من در یکی از پهناورترین کوهستان‌های بلوچستان حضور تنها یک پلنگ نر رو ثابت کرد. پلنگی با یک چشم. این پلنگ به تنهایی این کوهستان رو به یکی از پرتعارض‌ترین زیستگاه‌های کشور تبدیل کرده بود. این در حالی بود که در تمام این کوهستان تنها تعدادی انگشت شمار سمدار وحشی باقی مونده بود. از طرف دیگه پس از هر بار شکار دام اهلی مردم به سرعت به کوهستان می اومدن تا لاشه ها رو پیدا کنن و اونها رو از دسترس پلنگ خارج کنن. اونها ناخواسته پلنگ رو مجبور می کردن تا در زمانی کوتاه در قسمت دیگه دست به کشتار بیشتری بزنه.
اونها نمیدونستن که این کارشون به مرور رفتار طبیعی پلنگ رو تغییر داده. در حقیقت کشتار بیش از حد دام تو این منطقه نتیجه عملکرد خود مردم بود. برای اثبات این نظر در مقابل لاشه الاغی که به تازگی توسط پلنگ از پای در اومده بود دوربین تله‌ای قرار دادم. پلنگ پس از دو شب به آرومی و در حالی که مثل یک سگ شکاری اطراف رو بو میکشید به لاشه الاغ نزدیک شد و با احتیاط شروع به تغذیه کرد. اما اون همچنان هوشیاریشو حفظ کرده بود و به هر صدایی واکنش نشون میداد. مثل اینکه دوست نداشت غافلگیر بشه. پس از سرکشی مجدد دوربین توسط مردم محلی، رفتار پلنگ کاملا تغییر کرد. ظاهراً بوی اونها در محیط باعث شده بود تا ترس عجیبی در این پلنگ ایجاد بشه. پس از اون شب اون دیگه برای تغذیه بر سر لاشه حاضر نشد. اما دو روز بعد در نقطه دیگه حمله مجدد این پلنگ به شش بزهلی گزارش شد. پس از یک وقفه یک ساله دیگه نتونستم هیچ اطلاعی از این پلنگ به دست بیارم. و این احتمالاً آخرین تصویر از تنها پلنگ این منطقه است. بررسی‌ها در استان کرمان هم مثل سایر استان‌ها نشون می‌داد که شرایط زندگی حتی برای پلنگ‌ها هم مناسب نیست. حتی نزدیکترین پلنگ به حاشیه شهر تهران در پارک ملی سرخ‌صدا و خوجیر هم که پس از 4 سال عکس‌برداری شده بود، از گزند انسان در امان نموند و به ضرب گلوله از پایین در اومد بدون اینکه خبری از اون منتشر بشه. زیستگاه‌های استان خراسان رضوی هم که زمانی نچندان دور جزو بهترین زیستگاه‌های حیات وحش کشور محسوب می‌شدند، در حال حاضر فاصله زیادی با گذشته دارند و قسمت زیادی از جمعیت حیات وحش را از دست دادند. مطالعه سال‌های 75 تا 87 که در این استان انجام شد، مشخص کرد که دست کم از بین 101 پلنگی که مشاهده شدند، 36 مورد از بین رفتند. طی این بررسی‌ها مشخص شد که شکارچی‌ها با 69% و ارگان‌های نظامی با 8% بیشترین میزان تلفات پلنگ را وارد کردند. این در حالی بود که تنها 3% از این آمار بر اثر عوامل طبیعی از بین رفته بودند. پس از نزدیک به 2 سال، ماده پلنگ تصویر برداری شده در فیلم رو تونستیم در حالی که یک توله پلنگ نر اون رو همراهی می‌کرد ببینیم. احتمالا این توله پلنگ یکی از اون توله هایی بوده که این ماده پلنگ موفق به بزرگ کردن اون شده بود. این بهترین اتفاق این چند سال اخیر برای من بود. هرچند برای پلنگ ها تنها یک روزنه کوچیک بود. Legend!
خسته نباشی، واقعا خسته نباشی. آه. آه.